منابع محلی در فوئه میگویند که بند اول توافق مربوط به چهار شهر فوئه کفریا و مزایا الزبدانی پس از عملیات مبادله اسیران در شهر شینشن فوئه در ادلب بین کمیته مردمی و سنی های رو اجرا شده است به گفته این مقبه مبادله شامل خروج 19 اسیر از سنیهای رو از جمله یک چچنی بود که نیروهای مردمی مدافع فو و کفریا در جریان نبردهای گذشته آنها را به احسارت گرفته بودند و در مقابل آزادی چهار کودک و هشت زن از ساکنان فو و کفریا که در زندانهای گروه های تروریستی بودند. نیمه شب گذشته عملیات مبادله اسیران با نظارت هلال احمر سوریه انجام شد که هیئت هلال احمر سوریه هنگام عملیات تبادل در معرض تیراندازی های سنی های تند را قرار گرفت که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت. انتظار میرود امروز 3,800 تن از سنی های تندرو و بستگانشان از طریق چهار گذرگاه از شهرکهای مزایا بقین الزبدانی و الجبل و شرقی در حومه دمشق به سمت ادلب خارج شوند و در مقابل 8,000 نفر از شیعیان مظلوم ساکن فو و کفریا در حومه ادلب به سمت استان حلب به عنوان اولین ایستگاه منتقل شوند برای جابجایی تمام این افراد نیز 282 اتوبوس در نظر گرفته شده و کار جابجایی آنها ادامه دارد.